بسم الله الرحمن الرحیم. این خیمه این حسن حسین را دوست دارم، مرسی خانی وزین را دوست دارم، سینه زنان نکتبین را دوست دارم، اشک بصیرت آفرین را دوست دارم. کرب و بلا رفتن این گونه زیباست، این راه پیمایی نشان عزت ماست. هیهات من الزله مخصوص همین جاست، دمپاره های آتشین را دوست دارم. من از نجف تا کربلا هر دم بگویم، سینه سپر کرده سپس محکم بگویم. می آیم اصلا به همه عالم بگویم، نسل امیر المؤمنین را دوست دارم. دستان او رحمان و چشمانش رحیم است، و یطعمونه یعنی آقایم کریم است. این راه مستاق صراط المستقیم است، تفسیر آیات مبین را دوست دارم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و محترم. انشاءالله که حال شما خوب باشد، عزاداری های شما در ماه صفر مقبول درگاه خداوند متعال انشاءالله. برنامه‌ای که مشاهده میکنید عنوانش مصباح الهدا هست، برنامه‌ای که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما بزرگواران میگردد. پل ارتباطی شما با برنامه این شماره هست: مثبت 964-780-255-40-13. همچنین این مژده را خدمت همه شما عزیزان میدم که میتوانید خاطرات خود را، عکس‌های خود را، فیلم‌ها و کلیپ‌های کوتاه خود را از سفر با معنویت اربعین که در سالهای گذشته آزاد بود، در این دو سال آخر به خاطر محدودیت های کرونایی کمی سخت شده و شاید همه شیفتگان نتوانند به این سفر معنوی بروند، شما می توانید این عکس ها و فیلم های کوتاه و خاطرات و دلنوشته های خود را برای ما از طریق نرم افزار تلگرام و با همین شماره‌ای که عرض شد و همکاران بنده مدام زیرنویس می کنند ارسال کنید تا با نام خود شما انشاءالله در برنامه پخش گردد. و اما طبق وعده یک شنبه شبها در خدمت استاد گرامی جناب حاج آقای هاشمی هستیم با موضوع صفات مؤمنین در قرآن. خواهش میکنم با ما همراه باشید. عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد و تشکر از اینکه قبول زحمت کردید و ما استفاده میکنیم از مطالب زیبای شما در بیان و تفسیر آیات قرآن کریم. خواهش میکنم تا اینکه گفتگو میکنیم درباره صفات مؤمنین با بینندگان آغاز سخن بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. سلام بر شما بینندگان عزیز و ساکنان دیار ایمان. لحظات شما روشن به نور ایمان و صفای صمیمیت و محبت و دوستی در میان خانواده و در میان همدیگر باشد ان شاء الله. ان شاء الله. جناب استاد، در برنامه‌های گذشته که در خدمت شما بودیم و صحبت کردید راجع به صفات مؤمنین، مطالب خوبی بیان شد، از جمله این که این صفت ایمان مرزی است میان رحمت خداوند و دوری از رحمت، عذاب خداوند. لذا خیلی نکته مهمی است که انشاءالله ما در دایره ایمان باشیم. و اما اگر بخوایم صفات مؤمنین رو در قرآن جستجو کنیم، فرمودید که یک تقسیم بندی که من خودم تا حالا جایی ندیده بودم 12 قسمت می شود، که اگر ایمان 3 مرحله داشته باشد، مرحله قلبی
زبانی و عملی، و هر کدوم از این مراحل با توجه به رابطه های چهارگانه انسان با خداوند، با خود، با دیگر مردمان و با جهان طبیعت، این 3 ضرب در 4 12 قسمت می شود. و اما قسمت اول که رابطه انسان با خدا هست و مرحله قلبی را بیان کردید، به مرحله دوم و قسم دوم از ایمان رسیدیم که مرحله زبانی و در ارتباط با خداوند متعال هست که فرمودید مصداقش می تواند دعا، ذکر، مناجات و امثال این گونه موارد باشد که با زبان انسان مؤمن با خداوند در ارتباط است. ادامه بله. مباحث در این زمینه از زبان شما می شنویم. بله، خواهش میکنم. با سلام مجدد محضر شما بینندگان عزیز و گرامی. تبیین و تقسیم بحث رو به درستی فرمودن جناب آقای نعمتی و رسیدیم به اینجا که انسان مؤمن وانگهی که در باور و قلب خدا رو میپذیرد، به زبان نیز این ارتباط ادامه پیدا میکند و تجلی و ظهور مییابد، باور قلبی. و یکی از محبوب ترین و مطلوب ترین و صفت رایجی که در مؤمنان وجود دارد عبارت است از دعا و نیایش در برابر خداوند. دعا ارتباط زبانی با خداوند است. دعا که خود واژه عربی است و معادل فارسی اون نیایش هست. دعا به معنای خوندن هست. دعا یعنی فلانی را خواند. شما یک کسی را صدا میزنید. این در زبان عربی در معنای اصل لغوی به معنای دعا هست. مثل اونجایی که ود اون ناس، دعوت کنید مردم را، یا یک کسی را صدا بزنید میگوید دعاهو. خود کلمه دعوت که ما در فارسی هم به کار میبریم همین شکلی، بله، طلبیدن و خواندن هست، یعنی تشریف بیاورید. اما در اصطلاح دینی و در اصطلاح قرآن و روایات دعا به معنای طلب حاجت و بردن نیاز در پیشگاهی بی نیاز است. طلب یک فقیر، یک مستمند و یک نیازمند از یک موجود غنی و بینیاز و متمکن، این رو میگوید دعا. پس دعا یعنی درخواست حاجت و درخواست نیاز از خداوند و خدای بینیاز. در بحث دعا و ارتباط زبانی با خداوند که یکی از نشانه های مؤمنین هست، اشاره شد به پیمانه اعتقاد راسخ انسان و درجات کمال باور قلبی انسان به خدا، ارتباط زبانی دقیقا به همون درجه عیار می شود. یعنی به هر پیمانه ای که ایمان قلبی انسان به خدا در درجات بالاتر قرار داشته باشد، این ارتباط زبانی هم ارتقا پیدا می کند و تشدید می شود. به هر پیمانه‌ای که دعا کمتر باشد، متاسفانه نشانه ضعف ایمان در بعد قلبی و ارتباط درونی هست. تا جایی می شود که شما دیده ای در بعضی تصور گرایش های صوفیانه که این کلمه هوهو که یک نوع ذکر و ارتباط زبانی با خداوند است، بخش عظیمی از این سراپای زندگی او را فرا میگیرد. بله. و برخی هم گفتند که این زبان نشاید که غیر از نام دوست چیزی دیگری را بر زبان بیاورد و ادا بکند. به هر صورت در باب اهمیت دعا یک روایت وجود دارد که گفته است الدعا مخ العباده. دعا مغز و اون جایگاهی اصلی که عبادت از اونجا هدایت می شود، یعنی انسانی که دعا می کند به عبادت می پردازد، مرکزی هدایت کننده و مرکزی کنترل عبادت عبارت است از دعا. الدعا مخ العباده. در قرآن کریم ما آیاتی متعددی داریم که انسان را به دعا کردن تشویق می کند و تحریض
و ترغیب می کند. در یک نگاه اجمالی در حدود 12 سوره از قرآن کریم ما ترغیب به دعا را می بینیم، یعنی به مؤمنان و به انسان توصیه می شود، سفارش می شود و تأکید می شود و اصرار می شود که باید شما این ارتباط زبانی و دعا را با خداوند داشته باشید. یکی از این آیات رو در سوره مبارکه بقره آیه 186 می بینیم. در این آیه شریف خداوند این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. قبل از این که این آیه را توضیح بدهم، اندکی این آیه در پساپشت آیاتی مربوط به ماه مبارک رمضان واقع شده است. جالب است. قبل از این آیه، این آیه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یعنی یک ارتباطی بین ماه رمضان و دعا. دعا بله، که شاید در صحبت‌های بعدی هم برسیم که ما زمان‌های خاصی را برای دعا هم داریم. ما دعاهایی داریم که برای همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست و دعاهایی داریم که در زمان خاصی و در مکان خاصی باید صورت بگیرد. رمضان یکی از اون فصولی دعا هست، یا بفرمایید همون گونه که بهار قرآن هست، بهار دعا نیز هست. لذا خداوند بعد از این که میفرماید شهر رمضان رو توصیف میکند که شهر رمضان ما است که قرآن نازل شده است و این قرآن هدایتگر انسان هاست و نشانه های روشنی از هدایت در او وجود دارد، تا جایی که میرسد و اذا سألک، یعنی پشت سر این آیه میفرماید اگر در این رمضان، یعنی یک انسان مؤمن رمضانی که دل در زمزم رمضان شسته است و میخواهد سراغ من را از توی پیغمبر بگیرد که با من ملاقات کند، آدرس من را از تو بگیرد، و اذا سألک عبادی عنی، بندگان خود من از توی پیغمبر، چون تو رسولی و قاصد هستی، بهترین و بیشترین رابطه رو با من داری. معمولا هر کسی که آدرس کسی را بخواهد از دوست او، بله، چی رسد که اون دوست قاصد و فرستاده اون کس و اون شخص هم باشد. و اذا سألک عبادی عنی، در جواب اونها این گونه بگو که فإنی قریب، من نزدیکم، کار دارید به من، سفارشی دارید، خواسته ای دارید، اجیب و دعوت الداع، من تنها نزدیکی نیستم که با شما بی تفاوت باشم، بله، بلکه نزدیکی هستم که هر کاری داشته باشید با من باید ارتباط برقرار کنید و مرا بخوانید. و در پساپشت این خوندن، این بشارت بسیار بسیار مهمی است که اگر یک انسان مؤمن به گمان من هیچ آیه دیگر و هیچ ترغیب دیگری نباشد، این وعده ای را که اصدق القائلین به بنده خود میدهد که میفرماید اجیب و دعوت الداعی، من بدون پاسخ نمیگذارم. و لذا یکی از چیزهایی که در زندگی انسان مؤمن تضمین شده است دعاست. خداوند در قرآن کریم به کسانی و به اموری زمانت داده است، خودش تضمین کرده است که این به عهده من. یکی از اون موارد بحث دعاست. هیچ دعای بدون پاسخ نمیماند، اما گونه های پاسخ متفاوت است. ممکن است گاهی وقت اون گونه ای که ما میخواهیم پاسخ اون گونه نباشد، به گونه دیگری باشد، ولی بدون پاسخ نمیماند، زیرا که این آیه شریفه میفرماید اجیب و دعوت الدعا، من نزدیکم. این که خداوند میفرماید من نزدیکم، برای بیان این مطلب هست که بخواهد هزینه دعا را کم کند.
یعنی شما لازم نیست که بخواید هزینه پرداخت بکنید، زمانی رو انتظار بکشید، مکانی رو تایید بکنید. نه نه، من با شما هستم، من قریبم. و دو دیگر این که خواسته شما دیر به دست من نمی رسد. درست. زمان نمی برد که، چون معمولا این طوری مرسوم است در میان ما انسان ها، مخصوصا که اگر بین سائل و بین سوال شونده یک فاصله درجاتی هم باشد، درجه یکی دارای منصب و مقامی باشد یا یکی دارای مکنت و ثروت باشد، که معمولا این طوری هست دیگه، انسان های گدا همیشه در سطح پایین و یک فاصله طبقاتی و اجتماعی بین اینها وجود دارد. تا بخواهد درخواست یک سائل و یک گدا و یک پرسنده به دست دهنده و دست دهش برسد، مدت زمانی واسطه های متعددی سپری می شود، مکان هایی باید تعیین شود، فیلتر هایی باید بگذرد که تا برسد به دست او، و چه بسا در میان همان مسیر در وسط راه گم شود و نرسد به دست کسی که باید این خواسته را برآورده بکند. خداوند می فرماید نه، من بدون واسطه، بدون واسطه، نفی واسطه هم هست، این قریب یک نفی واسطه است، نفی این است که به دست من نرسد. من اینطوری نیست که خواسته شما به دست من نرسد، نه من نزدیکم. این تأکید بر قریب بودن نکات بسیاری رو دارد، از جمله همین است، نفی واسطه، نفی زمان طولانی بردن، نفی این که یه وقت نگران نباشه که به دست من نرسد یا ناقص برسد. بله. یعنی قریبون این مطلب را هم میرساند که دقیقا همان چرا که تو میخوایی به من میرسد، من نزدیکم، فعنی قریبون. استاد، تا موقعی که شما ادامه این آیه را ترجمه میکنید و بیان میکنید، من یک نکته به ذهنم آمد از برنامه گذشته که شما هم اشاره کردید، این ارتباط زبانی با خداوند متعال، این دعا کردن می تواند بسیار کمک کند به ارتباط قلبی و ارتباط عملی، یعنی تأثیر می گذارد که اگر انسان چیز رو بر زبان جاری کند، کم کم در قلبش هم تأثیر می گذارد و این تأثیر در قلب دوباره تأثیر بر زبان می گذارد و این زبان گویا می شود. به اضافه این که این آیه به زیبایی اشاره دارد که یکی از بهترین عبادات که هیچ خرج و معونه هم ندارد، هیچ زحمتی هم ندارد، گاهی ممکن است که انسان در خانه استراحت کند، نشسته باشد یا در موتر نشسته باشد، در بیرون در جای، و زبان خود را بگشاید به ذکر دعا و از خداوند خیلی ساده طلب کند، خداوند در رزق و روزی من را برسان، خداوند من را به حال خودم تنها نگذار. چنین دعاهای خیلی ساده، خیلی ابتدایی، ولی مهم این است که انسان این زبان را بگشاید و این دعا را انجام بدهد. بر طبق این آیه شریفه خداوند می شنود و اجابت می کند و برای انسان ثواب یک عبادت خیلی زیاد را بیان می کند و نوشته می شود. بله، همینطوری که فرمودید. و سرانجام این که انسان برای دعا کردن و برای خواستن از خدا نیاز به پرداخت هزینه ندارد. بله. هیچ نوع هزینه ای، معمولا انسان اگر بخواهد به مطلبی، به هدفی برسد، باید هزینه پرداخت کند. بله. هزینه ای رو که انسان برای خدا، برای دعا کردن میپردازد، نفس خواستن است. بله. نفس خواستن توجه کرد و نه چیزی دیگر، و نه چیزی دیگر. و لذا می فرماید که فإن قریب اجیب و دعوت الداع البته ازا دعانه، زمانی که من را بخواند. این تأکید دارد بر روی اخلاص، یعنی زمانی که یک انسان من را بخواند، نه این که من را به زبان بیاورد ولی قلبی او به جای دیگری باشد. از خدا میخواهد به ظاهر، خدایا این مشکل را برای من حل کن، این مطلب را برای من برآورده بساز. درست. و این حاجتم را برآورده بکن. به زبان میگوید ولی در دل به دنبال آدرس های دیگری است که از آن آدرس ها بخواهد خواسته خود را و حاجت خود را برآورده بکند. ولی ذات بله، ولی ذات تاکید میفرماید، خداوند میفرماید که اذا دعانه مشروط میکند، من پاسخ میگویم به شرطی که
خود من را بخواند و نه اینکه کسی دیگر را، ولی زبان با قلب او و با وجود او و با ذهن او سازگاری نداشته باشد، که یکی از بدترین حالت ها باز برای انسان مؤمن، همین البته انسان در این حالت مؤمن نیست، یعنی درجه ایمان او بسیار بسیار تنزل پیدا می کند که در کنار خداوند کسان دیگری را هم در هنگام دعا و خواسته بخواهد شریک قرار بدهد، از انواع شرک خفی می شود. در دعا هم اخلاص و داشتن ارتباط خالص با خداوند متعال لازم و واجب هست. بله. با کسب اجازه از شما جناب استاد، چون به میانه برنامه رسیدیم، استراحتی داشته باشید و بینندگان عزیز هم میان برنامه را ببینند و همچنان همراه باشند با ادامه برنامه مصباح الهدا. به استقبال میان برنامه و بخش کوتاهی می رویم با بیان این دعا که خداوندا تو ما را آن ده که آن به. این بنده نداند که چه می باید خواست، داننده توی، هر آنچه خواهی آن ده. سه سالگیش بر مدار عاشورا میچرخد، اتفاقی که تنین خنده های کودکانش را به غارت میبرد، در آتش میماند و میگذرد. فرات از چشمانش مهاجرت میکند، گرچه سه سال بیشتر ندارد، اما صد سال شکایت از این اندک سال دارد. شکایت هایی که تاب باز گفتنشان را ندارد، بغزها روی هم جمع شده است و یک باره می خواهد فوران کند. سه سال بیشتر ندارد، اما صدای گریش خواب آسوده یک شهر را برهم می زند و چقدر زود صدایش خاموش شد. رقیه نجیب، ای مهتاب شبهای الفت حسین، ای مظلوم ترین فریاد خسته، گلناز دانه پدر و انیس رنج های امه، رقیه رقیه کوچک، ای یادگار تازیانه های نینوا، سیل سیلی کربلا، دست های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را می داد و نگاه های معصوم و چشمان خستت نور امید را به قلب امه می تاباند. بمان که بی تو گلشن خزان دیده اهل بیت دیگر بوی بهار را استشمام نخواهد کرد. تو نوگل بهشتی، تو فرشته زمینی، پس بمان که کمر خمیده امه مصیبتی دیگری را تاب نخواهد آورد. تو چقدر سربلند بیرون آمدی از دردها و دلتنگیها، صبر را از چه کسی به ارث برده بودی نمیدانم، اما ایمان هم پای تو بزرگ شده بود. وقتی میان خون و آتش صدای گریت دل سنگ را می لرزاند و پاهای تاول زدت سختی ها را گلایه می کرد، همه چشم ها کور بودند و دلها سنگین تر از آن بود که بار سنگینی دلت را سبکتر کند. سلام بر تو که در خنکای لبخند حسین علیه السلام رها بودی، سلام بر کوچکی گامهایت، سلام بر تو که آتش کوتاه تر از دامنت نیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به همه شما خوبان و همراهان برنامه مصباح الهدا که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی مشاهدگر این برنامه هستید. هر شب حدود ساعت 8 الی 9 شب می توانید این برنامه را مشاهده کنید. تکرار این برنامه هم فردای همان روز بعد از اذان ظهر به وقت کابل انشاءالله تقدیم نگاه های شما عزیزان خواهد شد. باز هم این نکته را خدمت شما یادآوری میکنم،
همه شما علاقمندان به زیارت آقا ابو عبدالله الحسین می توانید عکس ها، فیلم های کوتاه و خاطرات و دلنوشته های خود را از سفر اربعین در سالهای گذشته به برنامه ارسال کنید از طریق تلگرام با این شماره مثبت 964-780-255-4013 تا اینکه با نام خود شما در برنامه پخش شود. استفاده میکردیم از بیانات استاد محترم جناب حاجی هاشمی در باره صفات مؤمنین در قرآن و جناب استاد رسیدیم به بحث قسمت دوم از ایمان که ارتباط زبانی با خداوند متعال هست و نمونه کامل او دعا هست. آیه ای را فکر میکنم از سوره بقره در مورد دعا بیان میکردید که به میان برنامه رسیدیم، اکنون ادامه تفسیر آیه را از زبان شما میشنویم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام مجدد محضر شما بینندگان عزیز و گرامی و محضر شما. علیکم السلام. در آیه 186 سوره مبارکه بقره خداوند به پیامبر خیش دستور میدهد که ای پیامبر من، هرگاه بندگان من که یک نوع تعبیر نوازشگرانه هست و تشویق کرانه، می فرماید هرگاه بندگان من، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ویدا سألک عبادی عنی، و هرگاه از من بپرسند بندگان من و در پی من باشند تو را به عنوان رسول من دارای آدرس و دارای نام و نشان و آشنایی به آدرس خانه و جایگاه من می دانند، اگر بپرسند بگو که فإنی قریبون، اگر کاری با من دارید، ازا دعانی اجیب و دعوت الدع، من فرا می خوانم، جواب می دهم شما را، دعوت شما را پاسخ می دهم، مشروط به این که فقط یک شرط دارد، هیچ چیزی دیگر از شما نمی خواهم و اون این است که خالصانه به من مرا صدا بزنید و مرا بخوانید. همون گونه ای که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید قل الله اسألکم علیه اجرا، همون گونه که خداوند در برابری برآوردن دعاهای انسانها اجر نمیخواد جز این که او را بخواند، در پیغمبر پیامبرش هم میفرماید تو به مردم بگو که قل الله اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجر نمیخوام جز این که به من ایمان بیاورید. این که به من ایمان بیاورید را با تعبیر مودت فی القربا بیان کرده است. مودت ذوی القربای پیامبر همان ایمان به رسالت پیامبر است، نه چیزی دیگر. در ادامه آیه شریفه خیلی بیانی قابل توجه و تأمل است. فلیستجیبوا لی، اینجا تا الان به پیامبر میفرمود که ای پیامبر، ای رسول من، اگر آدرس مرا از تو پرسیدن اینطوری آدرس بده که من قریب هستم و اگر دعا بکنید من اجابت میکنم. از این به بعد و از این قسمت و فراز آیه خود خداوند، یعنی حتی پیامبر را هم حذف کرده است طبق یک تفسیر، فلیستجیبوا لی، یعنی خود وارد سخن گفتن شده است با بندگانی خودش. حتی در اینجا نیازی به این که پیامبرم گفته باشد، یعنی اونقدر خداوند اصرار می‌ورزد که حتی از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم لازم نمی‌بیند که این مطلب گفته شود. البته طبق یک معنا، طبق یک معنای دیگر میتواند ادامه‌ای فراز قبل باشد. فلیستجیبوا لی، ای بندگان من، من شما را دعوت میکنم به یک کاری، لطفاً جواب مرا بدهید، لطفاً اجابت کنید، لطفاً بپذیرید خواسته ای من را. این که عرض کردم نکته بسیار قابل تأملی است، یعنی خداوند ذات احدیت جل شأنه خود را در یک جای قرار میدهد که نعوذ بالله به تعبیر من، چون عبارت دیگری را نمیتوانم پیدا بکنم، از بندگانش التماس میکند، از بندگانش التماس میکند. فلیستجیبوا لی، به یک شکل استاد جای دعا کننده و دعا شونده عوض شده، دعوت کننده و دعوت شده، خواهان و خواننده. خوانده، بله. تا الان بحث این بود که انسانها مرا بخوانید، خدا را بخواهند. بله. الان خداوند میگه من شما را میخواهم، شما فقط اجابت بله. کنید و بیایید. بله، شما پاسخ من خداوند را بدید. فلیستجیبوا لی، شما اجابت کنین این خواسته ای مرا. شاید
در موارد بسیار بسیار اندکی این لحن و این تعبیر در قرآن تکرار شده باشد که خداوند خود را در جای خواهان و در جای مطالبه کننده و در یک جایی که از موضع سوال و از موضع خواهش با انسان و به بندگان خودش برخورد کرده باشد. فلیستجیبوا لی، من را اجابت کنید، ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیاورید. ایمانی در اینجا با توجه به این که مورد خطاب خود مؤمنان هست، یعنی شما اطمینان خاطر داشته باشید به من، این حرف هایی را که به شما میگویم از سر دلسوزی است، از سر رأفت است، از سر رحمت است، مرا باور کنید، به من ایمان داشته باشید. گاهی وقت ما در تعارفات و معاشرت های عرفی و میان انسانی میگوییم که منو باور کن، حرف مرا بپذیر، بله، حرف مرا قبول کن، به من اعتماد کن، آره به من اعتماد کن. خداوند این جمله ولی یؤمنوا بی دقیقا همین معنا و مطلب رو میخواهد بیان بکند که اعتماد کنید به من، من که به شما میگویم مرا بخوانید، من خواسته شما را برآورده میکنم و به زبان دیگر میگویم لطفاً دعوت مرا بپذیرید. منظور از این دعوت که میگوید دعوت مرا بپذیرید یعنی که دعا کنید، از من بخواهید. این که از من بخواهید را خواسته خودش مطرح میکند، یعنی شما در حقیقت میخواهد بگوید که دعا کردن و خواستن اونقدر مطلوب است که من خود را در جای دعا کننده میخواهم بگذارم، از شما میخواهم، اما شما چیزی دیگری که در اختیار قدرت شما نیست که بخواید برای من خداوند برآورده بسازید، من از شما میخواهم که شما از من بطلبید. من از شما خواهش میکنم که هر کاری دارید، هر خواسته ای دارید به من بفرمایید. و شما بسیار اصلا شما رو برای همین خلق کردم، بله، بسیار قابل توجه است که اگر انسان در برابر یک مقام بسیار رفیع و عالی، یک مقام منظور انسان است، یک انسان صاحب مقام و صاحب درجه و صاحب شأن، بیاید در میان گروهی از مستمندان بینوایان بگوید، به صدا فریاد بکشد، هم قاصد بفرستد و هم بعد از قاصد و پیامبر خودش بیاید و بگوید که من از شما خواهش میکنم، من از شما خواهش میکنم، اگر کاری دارید به من بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید از من. گاهی وقت در تعارفات عرفی در برخی از فرهنگ ها این دوری هست، ولی متاسفانه بیشتری اونها دارای اصالت و واقعیت نیست، نوعی تعارف خشک است، ولی خداوند میفرماید خواهش میکنم از شما بندگان من که از من بخواهید، خواهش میکنم این که خواسته خود را از من دریغ نکنید، بخواهید از من. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. و بعد پشت سر در آخرین فراز آیه میفرماید که اینقدر که من اصرار میکنم از شما که از من بخواهید و خواسته شما را من برآورده میکنم، لطفا از من بخواهید، به خاطر این است که لعلهم یرشدون. این لعلهم یرشدون اشاره به این دارد که این ناگفتن اماند، این خواسته های شما از من که من خود من التماس میکنم که از من بخواهید، برای این نیست که در این جهت من سودی ببرم، نه، به رشد خود شما میانجامد، شما رشد میکنید و شما به مراحل بالاتر کمال میرسید و من خداوند در پی آن هستم که شما رشد کنید. این کلمه رشد کردن برای انسان‌های مؤمن بیانگر این حقیقت است که یک انسان مؤمن یکی از ابزار رشد و یکی از ابزار پیشرفت او، یکی از ابزار کمال و ترقی او دعا کردن است. گاهی ممکن است در ذهن برخی ها این مطلب برسد که دعا کردن چون سودش به من انسان میرسد، بنابراین نباید در ایمان من کمکی بکند، چیزی بر ایمانی من نمی افزاید، چون مثلا من از خدا می خواهم که فلان حاجتی مرا برآورده کن، خب خداوند این حاجت را برآورده می کند، ولی ربطی به ایمان و کم و زیاد شدن ایمان من ندارد، بله. چون خدا من از خدا چیزی خواستم و خدا اون رو برآورده بکند، معناش این است که من رو دوست دارد.
ولی این که ایمان من هم با این افزایش پیدا بکند، این حقیقت در نزد بسیاری از ماها مغفول است. یعنی به این نکته توجه نداریم که یکی از آثار مهم دعا این است که بر کمال انسان و بر رشد انسان و بر تعالی ایمان انسان افزوده می شود، منجر می شود. اثر دعا چه اون حاجت برآورده شود و چه اون حاجت برآورده نشود، انسان را به درجات بالاتر می رساند. و به همین دلیل به همین دلیل است که بلا فاصله یک سوال در ذهن ما می آید که ما بسیاری از خواسته ها را از خداوند داریم، حاجت ها را و دعاها را می کنیم، مطرح می کنیم، ولی برآورده نمی شود. خب یک جواب این است، جواب های دیگرش در زمان خود می آید. یک جواب این است که یکی از آثار این دعا این است که شما از درجه پایین‌تر به درجه بالاتر صعود کرده اید. اگر هیچ نباشد، یعنی گاهی برای برخی از انسان‌ها نفس دعا کردن، نفس حرف زدن با محبوب، نفس این که با دوستش حرف بزند، خود این حاجت است، خود این هدف است. من یک نمونه ای دارم که در اینجا عرض میکنم، شما مطلبی داشتید بفرمایید. خواهش میکنم. یک روایت زیبایی بود از پیامبر گرامی اسلام که تاکید کردند به مؤمنین که ای مؤمنین، بر شما باد به استفاده کردن از سلاح انبیا، بله، از اسلحه ای که انبیا در اختیار داشتن شما استفاده کنید. خب با تعجب پرسیدن که مگر انبیا چه سلاحی را در اختیار داشتن؟ پیامبر فرمودند دعا کردن، که اشاره دارد به همون مطلبی که شما فرمودید، هرچه انسان درجه ایمانش بالاتر باشد، زبانش به دعا کردن گویاتر است. و من فکر میکنم استاد در کنار دعا، چون خود دعا یک نوع ذکر هست، بله بله، و هر موقعی که انسان دعا میکند در حقیقت خدا را یاد میکند، و این ذکر منفعت زیادی دارد برای مؤمنان، و به اضافه ذکر میخواهد خداوند را مؤثر بداند. این از تبعات که خود دعا دارد این هست که ما به غیر رو نمی آوریم، فقط و فقط به خداوند متعال رو می کنیم و از او می خواهیم و او را مؤثر می دانیم و بر او توکل می کنیم. فکر می کنم اینها همش در بالا بردن ایمان انسان بسیار مؤثر است، و اصولا به همین سبب و به همین دلیل نیز هست که ما دعا را جز نشانه های ایمان می دانیم و جز صفات مؤمن می دانیم و کم و زیادی دعا را مرتبط می دانیم به کم و زیادی درجات ایمان. به هر میزانی که خداوند خود در این آیه شریفه تصریح می کند، لعلهم یرشدون، شاید که اونها رشد کند. البته شایعات قرآن کریم مثل شایعات ما نیست، یعنی شایعی است که حتما هست، این گونه می شود، لعلهم یرشدون. پس دعا هیچ اثری دیگری اگر نداشته باشد و حاجت انسان هم برآورده نشود، نفس دعا کردن سبب می شود که انسان رشد کند. رشد انسان بدین معناست که به سعادت و کمال بیشتری و به قرب بیشتری برسد، به دلیل اون که همون گونه که اشاره شد و عرض کردم، گاهی وقت انسان نفس ارتباطی و حرف زدنی با یک شخصیت برای او مهم است. دیده اید که انسان به پیمانه علاقه‌ای که با افراد دارد با او همدمی و هم صحبتی و هم سخنی رو دارد. ما در میان ائمه معصومین علیهم السلام مثل مقام شخص امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت امام سجاد، حضرت امام کاظم علیهم السلام، اینها سجده های طولانی داشتن. سجده های طولانی چرا؟ چون در اون حالت سجده با خدا و با محبوب خود حرف می زدن و هرگز خسته نمی شدن. که اگر نبود ضرورت های دیگری زندگی و اگر نبود دستور خود خداوند که غیر از سجده و نماز و ذکر به امور دیگری نیز بپردازن، این اولیای الهی اصلا به کار دیگری جز خدا و جز ذکر خدا و جز دعا و نیایش نمی پرداختن. وقتی ما به امام موسی بن جعفر علیه السلام میگویم حلیف و سجدت طویله، و یا امام صادق و ائمه معصومین و پیامبران الهی همین گونه بودن، همه اونها در این مسیر در رده های اول و در جایگاه های اول قرار داشتن، البته با تفاوت هایی. بدین ترتیب
یکی از عواملی که انسان مؤمن، پس نشانه های انسان مؤمن، یکی از مهمترین آن ارتباط زبانی با خداوند است، یعنی دعا. و یکی از عوامل و ابزار پیش برنده انسان و تعالی بخش و رشد دهنده انسان دعا هست. ما یک گیاه را گاهی وقت اگر بخوایم رشد بدهیم به چیزهای زیادی نیاز دارد، به خورشید نیاز دارد، به کود نیاز دارد، به خاک نیاز دارد، به آب نیاز دارد. انسان مؤمن یکی از نیازمندی های آن دعا کردن است و ارتباطی با خداوند. این دعاست که انسان را رشد می دهد. در کمتر جایی این مطلب به این شکل بیان شده است که شما دعا کنید تا سود آن به رشد شما بینجامد. ولذا من گمان می کنم که اگر بیننده عزیزی تا این لحظه با ما همراه بوده است، نخواهد پرسید که این همه تأکید خداوند که خود می فرماید اجیب و دعوتت دا، من خواسته شما را برآورده می کنم، جار می زند و اعلامیه عمومی و بخشنامه صادر می کند که هر کس لطفاً به من کار دارد از من بخواهد. در بسیاری از موارد دیده می شود که این اجابت نشده است، حاجت من برآورده نشده است. اگر این ذیل آیه شریفه را توجه بکند، پاسخ خود را در می یابد و اون این است که همینی که شما را به کمال می رساند یعنی خود اجابت کردن، نوعی از اجابت کردن را که او بهتر می داند که با ما چطور برخورد کند و چگونه اجابت بکند. بنابراین هیچ دعایی بدون اثر نیست، هیچ دعایی بدون اثر نیست. همون گونه که نهی شریفه میفرماید اجیب و دعوتت دای دعانی، این تضمین خداوند در خود نهی شریفه خود را نشان داده است و بیان شده است. متشکرم از شما استاد گرامی. ما فقط فرصت کردیم در برنامه یک آیه از آیات که مربوط به دعا هست را بحث و بررسی کنیم. مطمئنن آیات فراوانی در قرآن هست، بسیار زیبا و مطالب بالا و بلندی دارد که انشاءالله وعده ما و شما با بینندگان عزیز یک شنبه هفته آینده و شنیدن تفسیر این آیات زیبا از زبان شما استاد انشاءالله. گرامی با انشاءالله. تشکر فراوان از شما و تشکر از همه شما بینندگان خوب و عزیز همراه با برنامه. همینطور که استاد گرامی صحبت میکرد راجع به بحث دعا، یادم آمد از داستان یک آقایی که چند روز پیش شنیدم. شخصی بوده که با پول مردم کار میکرد و زندگی میگذراند، اما ناگهان ورشکست شد و بدهکاری زیادی بالا آورد. خب هر کس به دنبال پول خود بود، این آقا هم به زندان افتاد به خاطر شکایتی که کرده بود. در زندان یک مرتبه به خود آمد و از خداوند متعال درخواست کرد که مشکلش را حل کند. از او طرف خانواده او هم از خداوند خواستند و به یک مرتبه گشایش در زندگی او ایجاد شد. ما انسان ها موقعی که گرفتار می شویم به سراغ دعا می رویم. چقدر خوب است که در همه حال، چه در حال سختی و چه در حال آسایش و راحتی، زبان ما به دعا و ذکر و مناجات با خداوند متعال گویا باشد. انشاءالله که منفعتش به خود ما برگردد و بر ایمان ما افسوده گردد. به پایان برنامه دیگر از برنامه های مصباح الهدا رسیدیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. تا گفتگوی بعد، خدا یار و نگهدار شما.